در هر اقیانوسی در دنیا، از سواحل نزدیک تا مناطق گرمسیری و قطب‌ها، در دل وسیع و بی انتهای دریاها موجود زنده‌ای هست که بعد از انسان‌ها پراکنده‌ترین موجود روی زمینه. از قرن‌ها پیش بهش اسم‌های مختلفی دادن: ماهی سیاه، گرمپوس، نهنگ قاتل. در حالی که اقیانوس‌ها پر از موجوداتیه که دنبال جایگاه خودشون در زنجیره غذایی هستن، اورکا یا همون نهنگ قاتل بیچون و چرا در رأس همشون قرار داره. اسم لاتینش اورکینوس اورکا از اسم اورکوس گرفته شده، به معنی خدای دنیای زیر زمین و مرگ، که اشاره مناسب به این شکارچی سرسخته. اونا بالاترین شکارچیان اوج زنجیره غذایی در اقیانوس هستند که همه چیز از ماهی‌ها تا فوک‌ها و شیرهای دریایی تا نهنگ‌های کوهاندار و حتی کوسه‌های سفید بزرگ رو شکار می‌کنن. و نه فقط اینکه چی شکار می‌کنن، بلکه نحوه شکارشون چیزیه که اونا رو از هر موجود دیگه‌ای متمایز می‌کنه. در مورد کوسه‌های سفید بزرگ، اورکاها به صورت گروهی دنبالشون می‌کنن و خودشونو به پهلوهاشون می‌کوبن. این ضربه باعث میشه که کوسه مات بشه، که این اجازه رو به اورکا میده تا کوسه سفید بزرگو برگردونه و به حالت وارونه نگه داره، که این کار باعث فلج و غرق شدنش میشه. و اورکاها کل کوسه رو نمی‌خورن. اونا با دقت با یک جراحی فقط کبدشون رو بیرون میکشن و میخورن. کوسه های سفید بزرگ انقدر از اورکاها میترسن که اگر یک کوسه از دست اورکاها فرار کنه، فوراً از منطقه شکار اونا دور میشه و تا یک سال بر نمیگرده. گروه‌هایی از اورکاهای قطب جنوب با استفاده از یک تاکتیک زیرکانه کار میکنن تا با همکاری هم موجهایی ایجاد کنن که فوک‌ها رو از روی تیکه‌های یخ شناور بگیرن و ببرن. گروه‌های دیگه‌ای هم دور دسته‌های ماهی شنا می‌کنن و حباب‌هایی می‌سازن و با دمشون به آب می‌کوبن تا ماهی‌ها رو به سطح آب بکشن، جایی که می‌تونن به صورت دسته جمعی نابودشون کنن. استراتژی‌های شکار مثل این سال‌هاست که دانشمندان رو مجذوب خودش کرده، به خاطر دقت و شیوه عمل کردشون. اورکاها چطور میتونن این همه مفاهیم پیچیده رو به هم ارتباط بدن و هماهنگ بشن؟ چطور این همه ایده جدید میارن و اینقدر مؤثر پیاده سازیشون میکنن؟ در حالی که خیلی از این جوابها هنوز داره کشف میشه، تحقیقاتی راجب درک ذهن اورکاها انجام شده که نشون میده چقدر جمعیت اورکا میتونه قدرتمند باشه. اگرچه اغلب به اونا نهنگ قاتل میگن، اما اورکاها در خانواده دلفین‌ها هستن و بزرگترین عضوشونن. امروزه اونا برترین شکارچیان اقیانوس هستن. اما داستان تکاملی اونا همیشه در اقیانوس نبوده. 50 میلیون سال پیش، یک موجودی به اندازه یک گرگ که روی خشکی زندگی می کرد و اسمش پاکیستوس بود، دور تا دور یک اقیانوس کم عمق زندگی می کرد، جایی که ماهی و بقیه موجودات کوچیک دریایی رو می خورد. در 8 میلیون سال بعد، بعضی از نوادگان پاکیستوس بیشتر و بیشتر به سمت آبها رفتن، منابع بیشتری از اقیانوس به دست آوردن و پاهاشونو با باله عوض کردن. باقی مونده های اصل خشکیزی نهنگ های قاتل امروزی رو میشه در باله های جلویشون پیدا کرد، جایی که استخون های بازو، مچ و انگشت دارن. امروزه اورکاها یکی از شناخته شده ترین حیوانات در اقیانوس هستند، با رنگامیزی مشخص سیاه و سفیدشون و اندازه عظیمشون. نرها میتونن بیش از 9 متر طول داشته باشن و تا 10 تن وزن، و میتونن بدن عظیمشون رو با سرعت خیلی زیاد در آب به حرکت در بیارن. بدن یک اورکا استوانه‌ایه و از هر دو طرف باریک میشه تا یک شکل هیدرودینامیکی تشکیل بده.
این شکل به همراه اندازه و قدرت اورکا باعث میشه که دومین پستاندار دریایی سری باشه که میتونه به سرعت 35 کیلومتر بر ساعت برسه. گاهی اوقات دیده شدن که تا 4.5 متر بیرون از آب در هوا پریدن. قدرت گاز گرفتنشون بیشتر از 131 مگاپاسکاله. برای مقایسه، نیروی گاز گرفتن یک کوسه سفید تخمین زده میشه که 27.5 مگاپاسکال باشه. اگر تنها عمل میکردن، اندازشون و سرعتشون و فکهای ترسناکشون احتمالاً کافی بود تا اونا رو در رأس زنجیره غذایی آبها قرار بده. اما اونها هیچ وقت تنها عمل نمیکنن. اورکاها تقریباً همیشه در گروه‌های مرگبار کار میکنن. گروه اونا یک واحد خانوادگیه که بر اساس گروه مادری شکل گرفته. یک خط مادری معمولی شامل یک ماده پیرتر یا مادر بزرگ و فرزندان نر و مادهش میشه. این گروه ها گاهی با همکاری کاملا هماهنگ و با دقتی کار میکنن که درکش برای دانشمندان خیلی سخته. و احتمالاً اساس این کار تیمی یک شکل پیشرفته و پیچیده از ارتباطه. ما دقیقاً نمیدونیم که چی دارن میگن، اما پژوهشگران باور دارن که مجموعه بزرگی از صداها، فریادها و سوتهای اونا پیامهای پیچیده‌ای رو به هم منتقل میکنن. در دهه 1970 دانشمندان شروع کردن به ضبط و تجزیه و تحلیل صداهای زیادی که اورکاها زیر امواج ایجاد میکنن تا بتونن درکی از زبون مرموز زیر آبیشون داشته باشن. اول صداهای زیادی شنیدن که بهشون کلیک قطاری میگن. این صداها همونایی هستن که نهنگها برای ردیابی صوتی یا اکولوکیشن استفاده میکنن وقتی که دنبال منابع غذایی می‌گردن و با صدا یه جورایی زیر آب نقشه برداری می‌کنن. برای ایجاد یک کلیک قطاری، اورکا نفس عمیق می‌کشه و فشار از جریان حباب‌های هوا از ریه‌هاش بالا میاد. این باعث میشه دو تا پرده‌ای که بهشون لب‌های فونیک میگن به هم برخورد کنن. بعد این ارتعاشات کلیکی به پیشونی برجستشون که بهش میگن ملون منتقل میشه. ملون یک عضویه که از چربیهای خاصی ساخته شده که به انتشار صدا کمک میکنه. کلیک ها وقتی از ملون عبور میکنن به شکل یک پرتو سازماندهی میشن. بعد صدا به صورت یک سری کلیک های با فرکانس بالا بیرون داده میشه و مثل نور چراغ قوه در آب پخش میشه. هر کلیک کمتر از 1 میلی ثانیه طول میکشه. با فرکانس های بین 20 تا 60 کیلوهرتز و با بلندی بیش از 220 دسیبل. دسیبل ها زیر آب کمی متفاوت تر از در هوا اندازه گیری میشن که باعث میشه این مقدار صدا خیلی زیاد به نظر برسه و در واقع خیلی خیلی بلنده. اگر امواج صدا به یک شی برخورد کنن، بعضی از امواج صدا به شکل اکو به نهنگ قاتل برمیگردن. بافت‌های چربی خاص در ناحیه فک صدا رو جذب می‌کنن و اعصاب شنوایی اونو به گوش میانی و مغز منتقل می‌کنن، جایی که تصویر محیط رو برای اورکا ایجاد می‌کنه. اکولوکیشن به نهنگ‌های قاتل اجازه میده تا ماهی‌ها رو از فاصله‌هایی تا 152 متر تشخیص بدن، خیلی دورتر از اون چه که می‌تونن در آب تاریک ببینن. حتی میتونن امضاهای صوتی گروه‌های مختلف ماهی‌ها رو تشخیص بدن تا مطمئن بشن که نوع مورد علاقه‌شون رو بگیرن. مثلا نهنگ‌های قاتل در شمال اقیانوس آرام ترجیح میدن که فقط سالمون چینوک بخورن که محدودش بیش از 38 هزار کیلومتر مربعه. این منطقه بزرگ توسط صدها گونه دیگه ماهی اشغال شده، از جمله 5 گونه دیگه سالمون که جمعیتشون اغلب خیلی بیشتر از سالمون چینوکه. اما با این حال اورکاها میتونن دقیقاً همون ماهی که میخوان و شناسایی و شکار کنن. دقت اکولوکیشنشون واقعاً شگفت‌انگیزه.
بعد پژوهشگران تمرکزشون رو به یک صدای دیگه‌ای که اورکاها ایجاد می‌کردن، یعنی سوت‌هاشون بردن. سوت‌ها صدای زیر و با درجه بالایی از جهت‌داری هستن و خیلی تعدیل شدن. به همین دلیل به فواصل خیلی دوری در آب نمی‌رن. سوت‌ها تون‌های باندی باریکی هستن با هیچ یا تعداد کمی از اجزای هارمونیک در فرکانس‌های معمولاً بین 1.5 تا 18 کیلوهرتز و مدت زمان 12 ثانیه. حتی میتونن وارد محدوده فراصوتی بشن با فرکانس‌هایی که تا 75 کیلوهرتز هم در بعضی گروه‌هاشون میرسه. و چون خیلی جای دوری نمیرن، دانشمندان فهمیدن که اینها صداهایی هستن که نهنگهای قاتل وقتی میخوان ارتباط نزدیک و خصوصی با همگروهی هاشون داشته باشن میسازن که احتمالاً بهشون کمک میکنه بعضی حملاتو به طور مخفیانه هماهنگ کنن. و بعد از اون صداهای اصلی اورکا هستن به بلندی موتور جت که کیلومترها در اقیانوس پخش میشن. این تماس‌های ضربه‌ای رایج‌ترین نوع صدادهی نهنگ‌های قاتله، ناگهانی و با تغییرات الگویی در فرکانس بر اساس نرخ تکرار ضربه که معمولاً بین 25 صدم تا 2 کیلوهرتزه. و چیزی که جالبه اینه که این صدادهی‌ها از نظر ژنتیکی از پیش تعیین شده نیستن، یاد گرفته میشن. وقتی یک بچه اورکا به دنیا میاد، اولین صدادهی‌هاش فریادهای بلند و نازکه که هیچ شباهتی به صدای بزرگسال‌ها نداره. اما در نهایت، بچه‌ها یاد می‌گیرن که کدوم تماس‌ها رو تحت چه شرایطی بفرستن. دانشمندان با این حال هنوز معنی دقیق زبان اورکا رو یاد نگرفتن، اما می‌دونن که برای هماهنگی شکارهاشون خیلی مهمه. مثلا وقتی اورکاها دارن با هم روی شکار شاه ماهی کار میکنن، سر و صدای زیر آب خیلی زیاد میشه. کلیک، سوت و تماس گاهی با تونهای هارمونیک و مقدار زیادی انعطاف پذیری. به خاطر طبیعت یاد گرفتنی و پیچیدگیش، دانشمندان باور دارن که پتانسیلی برای فرستادن اطلاعات خاص پیچیده در تماسهاشون به هم وجود داره. یعنی یک زبون واقعی که صحبت میشه. پژوهشگران دارن صدها داده صوتی از حیوانات برچسب خورده رو پردازش میکنن تا تماسهاشون رو تجزیه و تحلیل کنن و تلاش میکنن صداها رو با رفتارهای خاصی مرتبط کنن تا بفهمن دقیقاً چطور شکارهاشون رو تعیین میکنن. با استفاده از هوش مصنوعی، دانشمندان امیدوارن که یه روز بتونن واقعا زبون نهنگ ها رو به زبون ما ترجمه کنن. شاید حتی به ما اجازه بدن که با یک گونه دیگه صحبت کنیم. اخیراً یک هوش مصنوعی توسعه داده شده میتونه یک زبان انسانی رو به یک زبان دیگه ترجمه کنه. یک قدم توسعه دادن این تکنولوژی برای رمزگشایی زبان نهنگ ها شاید خیلی دور از ذهن نباشه. اما فراتر از سیگنال‌های شکار، زبان اورکا یک هدف دیگه هم داره. زبان اساس هویت هر گروه اورکاست. هویتی به قدری محکم که باعث میشه گروه‌های اورکا به نوعی فرهنگ‌های غنی و متنوع مثل ما داشته باشن. و همین فرهنگ، همین هویت گروهی، اونا رو به مؤثرترین شکارچیان در اقیانوس تبدیل می‌کنه. اگرچه خیلی از گروه‌های اورکا اغلب نزدیک به هم زندگی می‌کنن، می‌تونن زندگی‌های خیلی متفاوتی داشته باشن. یک نوع گروه به اسم گروه‌های ساکن در مکان‌های نسبتاً قابل پیش‌بینی زندگی می‌کنن، بیشتر دور سواحل. اینا رایج‌ترین اورکاها هستن و خیلی از گروه‌های اورکاهای ساکن می‌تونن نزدیک به هم زندگی کنن. این گروه‌ها معمولاً به طور متوسط 14 عضو دارن، اما تا 50 عضو هم میتونن داشته باشن و معمولاً ماهی شکار میکنن. اما یک نوع دیگه از اورکا هست که بهشون اورکاهای سرگردان میگن و خیلی نادرترن.
این نهنگ‌های سر به زیر و رازآلود به صورت پراکنده و در مکان‌های غیر قابل پیش‌بینی ظاهر میشن. اغلب خیلی بیشتر از گروه‌های ساکن زیر آب میمونن. اونا دور ساحل میچرخن اما دور از دید. این اورکاهای سرگردان مسافت‌های عظیمی رو در زندگیشون طی میکنن و بعضی از گروه‌های سرگردان حتی بین آلاسکا و کالیفرنیا سفر میکنن. گروه‌های سرگردان خیلی کوچکترن. به طور متوسط حدود 3 عضو دارن و معمولاً پستانداران دریایی مثل شیرهای دریایی رو شکار میکنن. اورکاهای سرگردان با اورکاهای ساکن تعاملی ندارن. اورکاهای سرگردان در کل خیلی ساکت‌تر از ساکن‌ها هستن. وقتی دارن دنبال غذا می‌گردن، معمولاً کاملاً ساکتن. حتی از اکولوکیشن هم استفاده نمی‌کنن، چیزی که در گروه‌های ساکن زیاد دیده میشه. ممکنه اورکا از نظر احساسی به همون شکلی که ما هستیم هوشمند باشه، آگاه از احساسات دیگران و آگاه از وجود خودش، و این ممکنه نهایت میزان آگاهی در قلمروی حیوانات باشه. در سال 2001 پژوهشگران اورکاها رو مورد آزمایش قرار دادن. یک آزمایش برای سنجش اینکه آیا اورکاها واقعاً حس خودآگاهی دارن یا نه. با تعیین اینکه آیا میتونن بازتاب خودشون رو در آینه به عنوان تصویری از خودشون تشخیص بدن یا نه. این کار با علامتگذاری مخفیانه قسمت سیاه سرشون با پماد سفید و قسمت سفید با پماد سبز تیره انجام شد و منتظر بودن ببینن آیا این حیوان واکنشی نشون میده که با آگاهی از این باشه که رنگ روی بدن خودش کشیده شده یا نه. چنین رفتاری ممکنه شامل چرخش و تنظیم بدن برای دیدن بهتر علامتگذاری در آینه باشه. و اورکاهای مورد مطالعه نه تنها متوجه علامت‌ها شدن، بلکه به نظر می‌رسید که کاملاً روی اونها متمرکز شده بودن. اونا قبلاً کمی وقت جلوی آینه‌ها گذرونده بودن، اما با علامت‌ها به نظر می‌رسید که نمی‌تونن نگاهشون رو از روی آینه بردارن. اونا حباب‌هایی به بازتابشون فوت کردن، سرشون رو تکون دادن و زبونشون رو بیرون آوردن. و همه این رفتارها به طور غیرعادی زیاد و طولانی تر از قبل از قرار دادن علامتها طول کشید. در حالی که این لزوماً نشونه ای از آگاهی به شکلی که ما میشناسیم نیست، نامعقول نیست که فکر کنیم مغز اورکا خیلی شبیه به مغز ما کار میکنه و اونها قادر به تفکر و احساس در سطوح بالا هستن و میتونن پیچیدگی وسیع دنیایی که توش زندگی میکنن و درک کنن. یک گونه بسیار هوشمند، غالب و اجتماعی، جایی که به جوانها درسهای سختی برای سالهای زیاد یاد داده میشه و جایی که خانواده از همدیگه مراقبت میکنن. سختی که تصویری از خودمونو توی اونها نبینیم. هرچی بیشتر به دنیای اورکا نگاه میکنیم، پیچیدگی باور نکردنی زندگیشون برامون واضح تر میشه. اورکا حیوان واقعا شگفت انگیزیه و ما هم دوستش داریم.